با درود بر شما هموطنان گرامی، بحثی شده که میخوان آخوندا رو بیارن توی مدارس به عنوان روانشناس. این سمه، از اساس سمه. براتون توضیح میدم. آخوند توی کتابش مینویسه با دختر شیرخوار میشه ازدواج کرد و باهاش تفخیز کرد. تفخیز یعنی آلت به مالی لوی پاش. کتاب تحریر الوسیله، باب نکاح، مسئله دوازده خمینی، برو بخون. آخوند بیماره، بیمار جنسیه. اینا اگه پاشون گذاشتن تو مدارس به بچه هاتون تجاوز میکنن و هیچ کارشون هم نمیتونه بکنی. سعی توصیه دید. بعد اینا میگن من میخوام به عنوان روانشناس کار کنم. شما بزرگتون خمینی بود. فیلماشو که میبینیم، اون موقع میدیدیم احمدی نشسته بغل دستش گریه میکنه. خب این بیماره. یعنی کسی که همجور نشسته بی خود گریه میکنه، این نشون دهنده که فرد بیماره. خمینی بچه بیمار خودش نتونسته بود درمون کنه. اون که بزرگشون بود. بچهای آخوندام اکثرشون بچهای بدی در میان. اون بچه خود تو نمیتونه تربیت کنه. بعد تازه احمد خمینی هم تو سن 49 سالگی بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر مرد. ملت تا پای جونتون هم کشیده وایسین، نذارید پای آخوند تو مدرسه باز بشه. آخوند موجود دروغگوییه، موجود شارلاتانیه. اینها بهترینشون که حالا خیلی اینا برای مثلا جامعه اون مقدسه میگن طالقانی بوده. طالقانی نمیدونم، میگیرنش میبرن این ساواک، بعد ازش تعهد میگیرن که آقا دیگه منبر نرو آزادت کنیم برو. آزادش میکنن، میره تو چیز، میره تو جلسه، میگه من تعهد دادم که منبر نرم، بلنگو بیارین اینجا تا اینجا میکروفون بیارین اینجا حرف بزنن. آخوند شارلاتانه، آخوند دروغگوه، بچه هاتونو گول میزنه بهشم تجاوز میکنه. یک بار دیگه میگم، کتاب تحریر و وسیله، باب نکاح، مسئله دوازده خمینی، تو اینترنت سرچ کنید چی نوشته. آیا باید اجازه بدی همچین موجودی بیاد تو مدرسه بالای سر بچت محکم وایسه حتی تا پای جونت؟ اجازه ندید آخوند پاش تو مدرسه باز بشه، به بچه هاتون تجاوز میکنه. برای همه بفرست محکم هم وایسین. به بچت هم بگو به محضی که آخوند اومد تو کلاس برو بیرون، هیچ کاری نمیتونم بکنم. هیچی. به بچت بگو به محضی که آخوند اومد برو بیرون. مدیر هم خواست باش برخورد کنه، کتاب تحریر وسیله خمینی بذار جلو باش. بگو مردی که کسافت، زنی که بیشور، اینا میگن میشه فلان، بذار لپوی دختر شیرخوار، تو از من میخوای من بچه بفرستم تو پیش این، تو غلط میکنی. تمام. پای آخوند نباید به مدارس باز بشه. بفرستید برای همه هموطنان.